خوشتیپ، جذاب، موقر و البته آروم و در عین حال حرفه‌ای. بیوگرافی یک همه چیز تموم امروز در ایران بیوگرافی. سلام خدمت همراهان عزیز کانال ایران بیوگرافی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستانی که به تازگی سریال یاغی رو تماشا میکنن میدونن یکی از ستارگان این سریال پارسا پیروزفر، بازیگر خوش اخلاق و خوش چهره کشورمونه. خب چی بهتر از این؟ امروز بیوگرافی پارسا پیروزفر رو با همدیگه مرور میکنیم، پس با ما همراه باشین. پارسا پیروزفر در 22 شهریور سال 1351 در تهران متولد شد. اصالت او نیز تهرونیه. پارسا پیروزفر از پدری نظامی که سرهنگ گارد و مادری فرهنگی که دبیر دبیرستان بوده به دنیا آمده و یک برادر به نام بهرام دارد و بچه سلطنت آباد یا همون پاسدارانه. او دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانش آموخته رشته بازیگری از آکادمی هنرهای نمایشی حمید سمندریانه. حمید سمندریان یکی از بزرگترین کشف کنندگان تعداد زیادی از ستاره های سینما ایرانه که در یک قسمت بیوگرافی ایشون رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. علاقمندی پارسا به نقاشی سبب شد تا در طی سالهای 63 تا 69 هنگام که در مقطع تحصیلی دبیرستان و رشته ریاضی فیزیک مشغول به تحصیل بود به خلق داستانهای مصور بپردازه. بعد از اتمام مقطع تحصیلی دبیرستان در رشته ریاضی در سال 69 پارسا پیروزفر تحصیلات خودش رو در رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه داد. صدا همیشه از دغدغه‌های او بوده و زمانی رو نیز از سال 71 تا 75 به صدا پیشگی پرداخته. اولین حضور او در سینما در سال 1373 در نقش کوتاه در فیلم پری به کارگردانی داریوش مهرجویی بود. همان سال همزمان به تحصیل در رشته نقاشی متد استانیسلافسکی رو نزد مهین اسکویی کارگردان و مدرس تئاتر و مترجم آثار نمایشی آموخت و در سال 74 مشغول به آموختن بازیگری در آکادمی هنرهای نمایشی سمندریان نزد حمید سمندریان شد. او یکی از بازیگران گزیده‌کار و البته باهوش تلویزیون ایرانه. وقتی به کارنامه هنری او نگاه میکنیم چشممون فقط به 4 تا سریال میخوره. شهرت پارسا در سال 74 و 23 سالگی با سریال در پناه تو به کارگردانی حمید لبخنده کنار لعیا زنگنه و مرحوم حسن جوهرچی شروع شد. این سریال رو میشه انقلابی در ساخت سریال های بعد از انقلاب دونست. این سریال با معرفی چهره های جوان و با استعدادی مثل لعیا زنگنه، حسن جوهرچی، رامین پرچمی و پارسا پیروزفر یکی از سریال های پربیننده در دهه 70 بود. بازیگران این سریال اگرچه در فیلم و سریال های قبل از در پناه تو نیز حضور داشتن اما به حضور در این سریال شهرت بیشتری کسب کردند. قسمت زیادی از بازی پارسا پیروزفر در سریال در پناه تو به دلیل زیبایی پارسا پیروزفر و خط داستانی مربوط به او حذف شد. حتی اخیراً گفته شد به همین دلیل حمید لبخنده مجبور شده تا پایان داستان رو عوض کنه. سال 1377 پارسا دوباره با سریال در قلب من به قاب تلویزیون بازگشت و در اون سریال هم درخشید و بعد از اون نیز سریال ماندگار در چشم باد رو بازی کرد که یک اثر تاریخی بود. شما همراهان عزیز در کانال ایران بیوگرافی میتونید از طریق لینک بالا به پلیلیست بازیگران ایران بیوگرافی دسترسی داشته باشید تا از زندگی نامه دیگر بازیگران کشورمون هم مطلع بشین. اگر از دیدن این ویدیو نیز لذت بردین کانال ما رو سابسکرایب کنین و از زدن زنگوله کنارش دریغ نکنین تا محتواهای ما سریعتر و بهتر به دستتون برسه. بیشتر فعالیت پارسا مربوط به فیلم‌های سینمایی میشه. او از سال 71 تا کنون در بیش از 20 فیلم سینمایی بازی کرده که مهمترین اونها مهمان مامان، شیدا، اعتراض و اسب حیوان نجیبی است به شمار میاد. او در سال 98 با بازی در فیلم سینمایی مست عشق
ساخته حسن فتحی که یک تولید مشترک بین ایران و ترکیه بود خبرساز شد. این محصول در رابطه با زندگی مولاناه که بازیگران مشترک ایرانی و ترکی داره. البته به خاطر دعواهایی که بین سرمایه گذار ترک پروژه و تهیه کننده ایرانی مجموعه به وجود اومد، تکلیف این فیلم سینمایی هنوز هم برای پخش مشخص نیست و کارش به دادگاه کشیده شده. حتی در یک برهه قرار شد این فیلم اولین بار از شبکه ترکیه جم پخش بشه که البته این اتفاق نیفتاد. اولین حضور رسمی پارسا پیروزفر در تئاتر در مقام بازیگر در سال 74 در نقش ماریوس در نمایش بینوایان اثر ویکتور هوگو به کارگردانی بهروز غریب‌پور بود. او در سال 76 با اتمام رشته نقاشی در مقطع لیسانس از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. همون سال با بازی در نقش هیکارو در نمایش بانو آوی اثر یوکیو میشیما به کارگردانی بهرام بیزایی دومین حضور رسمیش در تئاتر در مقام بازیگر رقم خورد. پیروزفر نمایشنامه هنر اثر یاسمینا رضا را در سال 80 کارگردانی کرد و به روی صحنه برد. هنر اولین کارگردانی او بود. در سالهای 84 و 85 به تدریس بازیگری پرداخت. او همچنین تدریس کلاس‌های فوق‌العاده بازیگری در دانشگاه علامه طباطبایی را در کارنامه خودش دارد. او همچنین در سالهای 86، 89 و 90 در مدرسه فیلمسازی و پژوهش‌های سینمای هیلاج به تدریس بازیگری پرداخته. از دیگر فعالیت‌های هنری وی پس از اتمام مقطع تحصیلی دبیرستان که در مقاطع زمانی متفاوتی به اونا پرداخته، میشه به فعالیت‌های در زمینه طراحی گرافیک، ساختن تیزر و مجسمه‌سازی نام برد. در حال حاضر نیز او همزمان با پرداختن به بازیگری سینما و بازیگری کارگردانی تئاتر در مقاطع زمانی متفاوتی به نقاشی، ترجمه آثار نمایشی و طراحی صحنه و لباس بعضی از این آثار نمایشی نیز می‌پردازد. هم اکنون لینک بیوگرافی زیبای مرضیه، سیاسی ترین خواننده تاریخ ایران رو این بالا براتون می‌ذارم. امیدوارم بعد از دیدن این ویدیو از اون ویدیو هم دیدن کنید و ازش خوشتون بیاد. پیروزفر در مقام بازیگر و کارگردان نمایش‌های گلن گری گلن راس اثر دیوید ممت به ترجمه امید روشن زمیر رو در سال 90، نمایشنامه‌خوانی خدای کشتار اثر یاسمینا رضا رو در سال 91، نمایش سنگ‌ها در جیب‌هایش اثر مری جونز به ترجمه خودش رو در سال 92، نمایش بر پهنه دریا اثر اسلامیر مروژک رو در سال 93، نمایش ماتریوشکا به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری خودش در سالهای 95 و 96، نمایش یک روز تابستانی اثر اسلامیر مروژک به ترجمه خودش و سپیده خسروجاه را در سال 97 و نمایش ملاقات به ترجمه و کارگردانی خودش در زمستان 97 و بهار 98 به روی صحنه برده. پارسا پیروزفر در نمایش ملاقات نیز مانند ماتریوشکا خودش طراح صحنه نمایشش بوده. پارسا پیروزفر از جاهای شلوغ و پر ازدحام خوشش نمیاد و اصلا اهل مصاحبه نیست. حتی در جشنی که برای تقدیر از بازیگران و دست‌اندرکاران سریال در چشم باد در صدا و سیما گرفته شد، حضور نیافت و با هیچ گونه از رسانه‌های رسمی و غیر رسمی هیچ گونه مصاحبه انجام نداده. به همین دلیل هم هست که اطلاعات زیادی از نوع زندگیش و مسائل شخصیش درس پیدا نکرده. او در کانادا زندگی می‌کنه و در شهرهای سان دیگو و لس آنجلس نیز کارگاه‌های بازیگری تشکیل داده. اکثر زمان سال رو خارج از کشور سپری می‌کنه و برای پروژه‌های سینمایی یا سریالی به ایران سفر می‌کنه. به احتمال زیاد پارسا پیروزفر مجرده و از تأهل و ازدواج وی خبری پخش نشده. البته گاهی اوقات شایعاتی حول و ازدواج وی به گوش می‌رسه، اما هیچگاه تایید نشده. پارسا پیروزفر به دلیل استایل خوبی که داره، سوژه برندهای پوشاک ایرانی و خارجی هم هست و تا به حال با چندین برند هم همکاری کرده. این بازیگر از طریق وبسایت اختصاصی خودش به آدرس parsapirusfar.com فعالیت و برنامه‌های کاری خودش رو با دوستداران خودش به اشتراک می‌ذاره. با سر زدن به سایت پارسا پیروزفر میتونید اطلاعات جذابی درباره او پیدا بکنید.
خب این هم از بیوگرافی پارسا پیروزفر عزیز که تقدیم حضورتون شد. امیدوارم ازش لذت برده باشین. نظرتون راجع به این قسمت چیه؟ منتظر خوندن کامنت هاتون زیر این پست هستم و اگر شخص خاصی رو مد نظر دارین که دوست دارین بیوگرافیش در کانال ما پخش بشه اسمش رو برامون کامنت کنین و کانالمون رو هم سابسکرایب کنین. از لطف و حمایت شما بی نهایت ممنونم. ایران بیوگرافی، بیوگرافی آنانی که میشناسیم و نمیشناسیم.